به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. بر اساس گزارش رسانه‌های بین‌المللی، در پی به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، هزاران زن طلاق گرفته دوباره به عقد شوهران قبلیشان درآمدند. ژاپن تایمز روز پنجشنبه در عمل در گزارش روایت‌های تکان دهنده از زنان قربانی خشونت در افغانستان زیر حاکمیت طالبان را نشر کرده است. مروه 40 ساله از زنان خشونت دیده و طلاق گرفته گفته: از دخترانم به من میگویند که وقتی به زندگی فاجعه بارت نگاه میکنیم از کلمه شوهر متنفر میشویم. بر اساس این گزارش، زنان نیز هستند که برای در امان ماندن از گرفتار شدن در دام شوهران قبلیشان و تعقیب شدن از سوی طالبان با فرزندان خود به گونه پنهانی زندگی میکنند. در این گزارش به نقل از دادستانهای زن گفته شده که طالبان از طریق فرماندهان محلیشان به زنان طلاق گرفته ابلاغ کردند که طلاقهای آنان باطل شده است. به گزارش ژاپن تایمز، از هر 10 زن در افغانستان 9 تن آنان به طول زندگی مشترک از سوی شریک زندگیشان مورد خشونت فیزیکی قرار گرفتند. کمیته بین المللی المپیک در نشست خواستار پایان بخشیدن به محدودیت‌های وضع شده علیه ورزشکاران زن در افغانستان شدند. این کمیته چهارشنبه گزارش داده که وضعیت ورزشکاران در افغانستان، ایران، هند و گواتیمالا در نشست به بررسی گرفته شده است. بر پایه اطلاعات نشر شده، با وجود خواست کمیته بین المللی المپیک در آخرین نشست آن در دسامبر سال 2022 هیچ پیشرفت قابل توجهی در تضمین دسترسی زنان به ورزش و تحصیل در افغانستان از سوی طالبان دیده نشده است. و در پایان، در اثر وقوع یک انفجار در مدرسه دخترانه جرقدوق در شهرستان قشتپه استان جوزجان در شمال افغانستان که پیش از ظهر چهارشنبه نوی عمل رخ داد، 2 دانش آموز کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. یک منبع مطلع در قشتپه به شرط محفوظ ماندن نامش به ایندیپندنت فارسی گفت که این انفجار حدود ساعت 7 صبح و پس از حضور 10 دانش آموز در مدرسه رخ داد. به گفته این منبع، 2 دانش آموز 12 ساله و 10 ساله به نام های مخلصه و مرسل در این انفجار کشته و 9 دختر مصدوم هم برای معالجه به بیمارستان های شبرغان و مزار شریف منتقل شدند. وضعیت سلامتی برخی از زخمی ها وخیم گزارش شده است. درباره وضعیت زخمی های این حادثه و انگیزه آمدان آن اطلاع جدیدی در دست نیست و سخنگویان طالبان یا مسئولان محلی این گروه در جوزجان در این خصوص اظهار نظر نکردند. وقوع این انفجار به گسترش ترس و هراس میان دانش آموزان دختر در جوزجان منجر شده است. با سلطه طالبان بر افغانستان، مدارس دخترانه از کلاس ششم تا دوازدهم بسته شدند و تحصیل دختران در دانشگاه ها نیز ممنوع شد. سخنگویان و برخی رهبران طالبان ادعا می کنند این گروه با تحصیل و اشتغال زنان مخالف نیستند، اما در نزدیک به 20 ماه سلطه طالبان بر افغانستان میلیون ها زن از حق تحصیل و کار محروم شدند. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر، بدرود.